به فراخبر خوش آمدید در این برنامه گفتگو کنندگان ناشناخته و انتقاد از گزینش های بی مشفره. طالبان میگویند که مخفی نگه داشتن نام های حیات گفتگو کننده یا از بحر اختلافات است و یا هم صلاحیت این کار در اختیار یک حلقه زورمند است در ترکیب حیات مشوره صورت نگرفته اما فکر میکنم که از آدرس تاکتا برای افغانستان از آدرس به جنبش گرفته یک کسی را تروس پر حکومت در لیست به هیچ چه سر کرده نده نه در سیاسی عذاب سر مشوره کرده در نور در سیاسی مشوران سر تروس پر مشوره کرده تاکید دونالد ترامپ بر مراقبت همیشگی از افغانستان در آستانه توافق سل با طالبان به خدا و شب شما بخیر با گذشت سه هفته از ایجاد هیئت گفتگو کننده صلح حکومت تاکنون نامهای اعضای این هیئت را همگانی نساخته است برخی از احزاب و جریانهای سیاسی میگویند که در کار ایجاد این هیئت با آنها مشوره نشده است در این میان سخنگوی طالبان با انتقاد از مخفی نگه داشتن نامهای هیئت گفتگو کننده حکومت هشدار میدهند که اگر این هیئت همپذیر نباشد و نیز در اختیار یک حلقه زورمند باشد همه شمول و با صلاحیت نخواهد بود اما چرا حکومت نام های هیئت گفتگو کننده را مخفی نگه داشته است و آیا طالبان با این هیئت وارد گفتگو خواهند شد آقای لطیف محمود مشاور مرکز رسانه های حکومت و آقای احمد الله علیزی رئیس حزب اساس نو افغانستان برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ما مهمان مهمانان عزیز بسیار زیاد خوش آمدین آقای شکل. محمود با شما آغاز بکنیم چرا نام های اعضای هیئت باید مخفی نگه داشته شود سلام به شما ورز سلام دارم به بیننده عزیز مخفی نه از آنجایی که صلح یک پروسه هر گام این پروسه محتاطانه برداشته میشه حکومت افغانستان به مسابقه یک حکومت پاسخگو این پروسه را به عنوان یک طرف بسیار مهم محتاطانه دنبال میکنه و پیش میبره و در رابطه به سال نیت حکومت افغانستان کاملا روشن است بحث معرفی آیت ارتباط میگیره به ای که کدام قدم ها در آینده قریب برداشته میشه ما امی که آیت پانزه نفری را معرفی کردیم به این معنا که ما معتقد به یک صلح پایدار و صلح با عزت و با وقار برای افغانستان هستیم منتظر گام های از سوی مخالفین مسلح افغانستان هستیم تا مخالفین هم بحث قطع جنگ قطع خشونت و گام هایی را و آیت ما خود بله آقای محمود اعلام این نام های یا افشا سازی نام های آیت چی ربطی داره به گام های بعدی سال وقتی که اعلام شده ایجاد شده آیت چرا نباید افشا شود تا مردم بدانن که کیها به گفتگو خواهند رفت ببینید ما در آغاز گفتیم که آیت گفتگو کننده حکومت متشکل از 15 نفر بله. خواهد بود و ولی در این روشن نیست که کی در این 15 نفر تنوع قومی نه. و تنوع سیاسی در نظر گرفته شده ما گفتیم که این مبین یک گام مثبت حکومت به طرف رفتن به صلح است و ما محتاطانه منتظر هستیم مخالفین چرا اعتراض معرفی نمی کنند مخالفین چرا آتش بس نمی طالبان روشن است محمود در قطر نه آیت مذاکره کسان دیگه اونها آیت مذاکره کننده هستند در قدم اول ما امیدوار هستیم که مخالفین مسلح افغانستان دست از خشونت و از کشتار انسان های بیگناه بکشند که برای حکومت افغانستان این تعهد در حقیقت بیان کننده ای باشه که مخالفین مسئله مصح... افغانستان معتقد به مذاکره است در قدم دوم آتش بس و بعد از او حکومت افغانستان گام به گام پیش خواهد بسیار خوب چرا اعلام شد پس اگر قرار بود که باید گام هایی که از طرف طالبان برداشته شود باید برداشته شود نشانه ای است تعهد حکومت افغانستان به سوی مذاکرات است و منتظر هستیم که ممنون. مخالفین مسلی افغانستان چه ګام را بدل کړي په تاسو غزارو آقای محمود آقای علي زید نشانه ای از تعهد حکومت است که نامҳои هيئت مخفي نگه داشته شون شو اول خو د افغانستان ټول ملت جمع حکومت سم په فکر وصول ته تعهد لور هیڅ بل بدیلار مشغیر لصول نه لرو مشبای چې سول ته ولارسو د افغانستان د هر روزه قتل او کتال او بدبختی بلې هیڅ بدل نه لري غیر لصول را به سودی ته چې حکومت غلي هغه اشخاص چې د کټاستفایادي حکومت د لوی جرګې نه رئیس به ترداننه پر لوی جرګم په دې خاطر جوړه کړي چې د لوی جرګې نه به دوی وایهد جوړي او دا ايحد به اعلانوي او زیبه مذاکرات کې به د طالبانو سره خبري کوي موږ دا موضوع تلش عميق فکر باچو ځکه چې دا ډیره مهمه هوايې موضوع د افغانستان لپاره حکومت روس په دې مننه توانېدای چی د ترېو پلا په 15 کس اعلان کوی چې موږ په 15 کس د جامو د افغانستان د سیاسي نصره په سلام او مشوره باندې 15 کس اعلانو او دا به زید ده... Taliban سره په مذاکرات خبرې کوي چې متأسفانه چې حکومت روس په دې نه دي توانېدلی چی 15 کسان دی اعلان کی ډیر کم تعداد باندې د خلک ډیر کم دپندزلس کسان شدا اعلان کی او د سیاسي عذاب سره جمعي مدني سره مشورانو سره دی او مشورته ورسېږي ترڅو چې ولار شي د افغانستان په دغه حالاتو کې او په دغه مذاکرې چې ډیر یو حیاتی موضوع ده خبرې وکي او دستاورټ ولري زه په ویلوږم چې حکومت ولی دا خلګن اعلان نه دی ای. دا تاسو ته تا معلومه ده چې متبعات کوي حکومت خپل اعلان کړي وای بلکې جمهور وویل چې زه به بیر جر خپل کسان اعلان کوم متواتی کانفرنس یا ورکی کتاسو زه فکر کوم چې حکومت یوهام ترس لري ګورل تدوی موضوع به چروا شانس حکومت په هیڅ ګوند نسکوي چې په تنهایی باندې د سولې پروسه خپل مالکیت اختیار کړي شوم توجه ده یعنی حکومت نسکوي چې په یوازې تنها باندې سولې د خپل مالکیت مديریت سره په تنهایی په هیڅ ګوند نسکوي بار بار په دې مسایلو باندې حکومت د ناکامۍ سره مخ دی موږ حکومت ته وای کله چې حکومت او ملت سره مشترک دي راست چې د افغانستان ټول ملت ټول سياسيون ټول آزاد د ازبو مشران ولماي کرام قومي متنفذین دا سره یو ځای کوم مشترک یو لږ جور کترسو چې د دې طالب سره د افغانستان د آینده د فارلیست جوړسی نه د یوازې د طالب فکر میکونئ چې حکومت دا را به امین سم پیش میره چې مديريت صلح به تنهایی به دس بګیرو ولایتي کار ام حکومت حکومت یو ترس بلم لري چې حکومت زه خبرم چې د چی ست ترس لري حکومت یو د دې ترس مل لري کده سول مذاکرات پیل پیدا سو انتخابات به شاته ولیږي او موج دا وای چې حکومت دا وای کچې رسوله راځي او د افغانستان د بدبختي د منځځي انتخاباته شاته سي نه چې موږ د انتخاباتو مخالف هیڅوک د انتخاباتو مخالف نه منګر ک موږ وای چې په داسې وخت کې سولې دی ترجیوار کې انتخابات تر انتخاباته تر سوچه مو بیا انتخابات په یو داسې فضا کې چې آرام د ټولو افغانانو مشترک انتخاباتي یو شو نتيجه ولر او آقای عليزه آقای محمود حکومت ترس دی وایي نشانه تعهدش نيست او ميخايي چې يک طنه گفتوګوي صلح در دست شي بخت نه خیر اين برداشته آقای عليزه است ما ميخوايم چې حافظه اینا را در واقع بکشانم به چند نشسته که به پاکستان و به قطر بود به خاطر دانش شما به با مسکو با رئیس جمهور پیشین افغانستان چهره های سیاسی خانم ها مشارکت گسترده های مختلف جامعه در نشست با مخالفین مسلح افغانستان نسل جوان بیان کننده تعهد حکومت افغانستان بود بله در پاکستان مشارکت گسترده های مختلف جامعه از حکومت حضور نداشت عرض اون نشست هایی بود در قالب گفتمان بحث حکومت زمانی که مطرح میشه بحث مذاکرات مطرح میشه تا کنون ما تا مذاکرات چند قدم داریم بعضی اوقات برخی از دوستها با حرف های خود درآوردی در واقع قضاوت های خودی را پیش میکشه یک سال و انتخابات دو اولویت مهم رئیس جمهور اسلامی افغانستان است و این دو اولویت متمم هم دیگر است این بارها ما به سراحت گفتیم یک هیچ اراده وجود نداره که صلح نشه انتخابات شوه یا انتخابات شوه صلح سل... ظاهرا که رئیس جمهور صلح گذاشته پس از انتخابات شما شاید بودین در روزی که که این حکومت توان تصمیم گیری نداره خب، این هم میتونه برداشت باشه اجازه می خوام من در مجلس در یک متری جلاد ما رئیس جمهور افغانستان خب استفاده بود رئیس جمهور گفت بله. که حکومت در زمان فراق قانونی است و توان تصمیم نه، 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 گیری کلان نداره من می خوام این نقطه را نقل قلب کنم آقای امینی برخی از رسانه ها متاسفانه با ده... البته اشاره ما شما نیستین این مسائل برداشت میکنم و سخن میگم رئیس جمهور افغانستان به صراحت گفت که ما در یک مرحله تاریخی قرار داریم و در مرحله تاریخی باید ما مشروعیت حقوقی ما را مبتنی بر اراده مردم که انتخابات است انتقال بدیم یک بس دومی که حکومت هایی که حکومت قانونی را ما سر باشه یک میگیریم بعد شما ادامه بتین. ادامه فراخبر تا لحظات دیگر باز هم خوش آمدید ادامه بدین آقای بله. محمود شما دارین میگین که حکومت وحدت اجازه بدین اول من بحث صحح صحح را, خواهد را خواهد که اینا گفتن حکومت صلح شخصی بسازه بله. حکومت افغانستان از یک سال بدین سو پروسه سال همگانی بوده و در این پروسه تایفای مختلف جامعه سیاسیون تا رئیس جمهور پیشین افغانستان شرکت داشته و از نزدیک بحث هاریده مالکیت صلح افغانستان مربوط به ملت افغانستان است و حکومت نماینده مردم افغانستان است یک بحث تصمیم بر مذاکرات ای بحث جرگه مشورتی سل به سراحت مشخص ساخت جرگه مشورتی سل به عنوان اه 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 یکی از بسترهای کلان که 2300 نفر از نقاط مختلف افغانستان آمدن بحث جمهوریت را بحث برابری را و بحث خدمت شما عرض کنم آزادی بیان را به صراحت گفت اینا است ای که میتونن روی میز مطرح شون با طالب آقای محمود بس حال اینجاست که آقای علیزی میگن ترس و چرا حکومت نام ها نساخته و چرا مشوره نکرده با احزاب و جریان های سیاسی که طرف های مهم شاید آقای... میتونن در جریان نباشند اما حکومت افغانستان با احزاب سیاسی صحبت های خود به خاطر ایت مذاکره داشت حکومت افغانستان عیت مذاکره را که خدمت شما 15 نفر اعلام کرده یک بار دیگه تکرار میکنم که سوی تفاهم پیش نبه منطق اعلام ایت 15 نفری آمادگی حکومت برای مذاکرات با مخالفین مسلح افغانستان و منطق اعلام نشدن نام ها چی منتظره منتظر گام های بعدی از سوی مخالفین مسلح افغانستان گام ها است. چی آتش بس باید بکنن آتش بس ولی تا به مذاکره شما نرین آقای بله. محمود و گفتگو آغاز نشه آه. آتش بس از کجا ببنیم. می آید وقت مخالفین حداقل در سیاست های اعلامی خود باید که آتش بس از خشونت ما دست میکشیم آیت ما عیت مذاکره کننده ایناست و در این صلاحیت است آنگاه ما مکان مذاکره مشخص خواهد شد که در کجاست تا آن زمان شما به طرف مذاکره نخواهید رفت ما چراغ سبز نشان دادیم منتظر مخالفین است تا تو, تو زمان نخواهید رفت تکرار می ما چراغ سبز چراغ سبز, برای... سبز یکی است رفتن به طرف مذاکره چیز دیگری آقای اگر آتش بله. بس نشه به گفته شما که میگین باید نشان بده طالبان شما به طرف مذاکره نخواهید اجازه بدید تق... تکمیل بکنم حکومت افغانستان محتاطانه کنشها و با کنش هایی که در راستای سال صورت میگیره تعقیب میکنه و ما هر از گاه آماده به خاطر یک مذاکره با عزت و با وقار به خاطر سلطان رئیس جمهور سل بار ازمانستان. بار داره میگه که آغاز گفتگوها یا مذاکره بدون قید و شرط اجازه دو تا بس 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 است. ولی سال شرط داره که در میز ای میشه بس بحث جرگی مشورتی مطرح کرد در گذشته 11 شرط تصرف حکومت پیشین مطرح بود که مون 11 شرط بایسی شد که ما حداقل به گفتمان صلح نزدیک نشدیم حالا که شرطی ندارین دیگه ما شرط برای این آغاز مذاکره نداریم داریم ولی برای مذاکره شرط داریم خب شما میگین که اولاتش آتش بس شد بعد میریم به طرف مذاکره شرط نه ما گفتیم خدمت شما عرض کنیم که این شرط مذاکره نیست شرط مذاکره جمهوریت است شرط مذاکره اسلامیت است شرط مذاکره حقوق اساسی اتباع افغانستان است شرط ما... سال شرط, شرط سال سال ولی برای مذاکره ما عیت خود اعلام کردیم منتظر هستیم که مخالفین مصالح افغانستان چه پیام بدن بسیار خوب تشکر آقای محمود آقای علیزی شما رئیس یک حزب هستین با شما مشوره شده مشخصا مو جوای چې دا حقیقتونه یو څو وای دا معنی نه دي چې یو څوک د حکومت نمائندګی کوي یو څوک دو حزب نمائندګی مو باید چې حقیقت وای زه په دې خبرم چې حکومت تاسو خبرنګاریاست ولر په ټول سیاسيونو باندې وګرځي چې کم رئیس جمهور د کم سیاسيون سر سره په دې مرکله مشوره کوي چې سره نه کوي یو دوم خبر دا, دا ده چې تاس باور دی چې ټول جمهوریت په وړاندې اعلانیا ورکه حزب اسلامي ورکه ټول او عذاب چغټخټه ازبونو غول چې رېجیمور زموږ سره مشوره نه دا کړی ها د رېجیمور یو مشوره ده چې د پارک څوکه سنسر راغونډي د حزب د جمی مدني په نامه دا کده مشوره بولی زه ورته احترام لرم سید خو از ما هدف څه دیز ما هدف د افغانستان د ملت هدف د دیوینو د دی بدبختی درواند زدا حکومت دا وای چې دغه سولاحت په تاکيسته چې پر طالب شرط کېږي خو دا 3 کاله په دیبانې موجونه توانیږي چې حکومت سره مخامخ طالبان خبري وکړي ګور موږ باید دا شی روشنه کوو یعنی حکومت چی غو و وهلی امریکا ته د دنیا ټولو کوټه قوتو ته هغه قوتونه چې امریکا د د پلمن کې پراته وه چی غو ورته ولې چې طالبای چې ما سره په صفت د یو حکومت خبري وکړي خو د تهمدانس وي طالب کومدا سوی خدای دی ووای چې په دازي کې نو با... دا مسکو په اول غوند کې زووالته هیڅ څوک د حکومت په نمندګیند کې نه په اول غوند کې نه په دوم غوند کې د حکومت په نمندګی طالب قطن د حکومت سره نه دی سوی موش سوی مې د حکومت د ورور و زو سره جدا نه یو ځانتي راسیو دسی برنامه جوړکو چې د افغانستان ټول خلک په دې کې سامول لري د افغانستان ټول خلک په دې کې ځکه چې هر څوک سو سول غواړي هیڅ څوک د سول مخالفت نه دی حکومت کچې دغه یخه تازه کیله کدی چې اوس کیې په دې باندې هیڅ نه و افغان په دې راځلار نه ګوره ته کده حکومت لیست ته وګورې دغه دوه واره چې قطر تولاډ سوق ټول دولتي مامورینو یا رئیس اصلاحي اداري وي یا رئیس ابل وي یا ابل یا اورګانای محل وي اوس دا مخ مش په دې نظام کې کار کوي د سورلس کال پیژن خلق زوامه حکومت یخه تازه نکې حکومت و حکومت د افغانستان ملت او خلکو تر مراجعه وکي یو مفکوره مليدي واخي ترڅو چې موږ حکومت جمع سياسي جمعي مدني جمع د دې مشکله د طالب سره خبري وکړو ا شمه فکر مې کوئ چې فهرست چې حکومت جوړه فهرست 15 نفري متشکل از چې کسانی میتونه بوي غوښته حکومت موږ چېغي و چې د خلک دي اعلان ک طالب ورته چېغي و چې د خلک دي اعلان ک امریکه او دنیا ورته وای چورور د خلک ايحد تعین کاته تیر پلاچه خلیلزاد راغلي خپل <سؤال> شفغني د وزير خارجې ده د امریکې په مخکي ورته کړي و چې بايچه د ايحد اعلان <سؤال> سي هغه کې بادي سياسيون حالت او زور د لو دي رژيمور ورته ویل چې زړه د اعلانوم د 15 کس تروس پرويله نه اعلان کړي يعني دا باي چروشنه سي ولي نه اعلان کوي اعلان کوي خدای بو افغانستان خلک دي د افغانستان د ملت خلک دي اعلان کوي چې ولار سي د سولې پروسه مقتب بوي شم اغاهي دارين کې چ کسان شامل فهرست شða در اوس په ریچې کې دا چې ډېر کسان حکومتي میتوم نه شي د زه احزاب هم هیڅ د ازبونو دی وايي د دي خپل ویان وویل چې موږ په ديكي به د کومو جماي مدني د اعزاب او د ټول نمایندګي پکشي آقای محمود بیشتر کسای حکومتی در این فهرست جای گرفتن آقای علیزی در خلای معلوماتی قرار داره با احترام به نظریات آقای خلیزه علیزی اما طور که شما میدارین در دورهای مختلف از رئیس جمهور پیشین تا رهبرای کلان حکومت افغانستان در نشست مختلف با مخالفین سیاسی افغانستان با مخالفین نظامی افغانستان یعنی طالبا دیدارهایی داشتن ای به این معناست که سال اسیر و حکومت نیست سال در یک بستر کلان تعریف میشه سل مالکیت مردم افغانستان است و حکومت نماینده مردم افغانستان است ولی هیچ یک از اون نشست ها رسمی نبوده آقای ببینید در گذشته هیچ ای این رقم نشست برگزار نشد درست است ما تا رسیدن به نشست های رسمی باید نشست های غیر رسمی را داشته باشیم تا چارچوب نظر و بینش طرف ها مشخص شود که خواست های مشروع اون طرف چیست و خواست های مشروع نشستا این نشست هم از طرف حکومت بر رسمیت شناخته نشد نه. شما شما شاهد هستید نشست مسکو واکنشی حکومت داشت بر رسمیت شناخته به این ما گفتیم که این نشست میتونه گفتمان بین الافغانی باشه نه یک یک گفتگو علمی است علمی در اول در نشست اول بله گفته شد به این معنا که ها میتونه با مخالفین مسلح افغانستان روی یک میز بشینن نظرات خود شریک بسازن بحث های خود را بکنن دوباره نظرات در افغانستان برن بحث بکنن به این ای معنا که هر هر حال از فهرست کنونی آقای محمود چند نفرشان خارج از حکومت هستند اس 15 نفر اینا... کې بله آقای عليزا یو یو تناقض در صحبته شون دي دا میشه یک بار می کی ما ځل لیست خبر نداریم یک بار می کی از اعضا به هیڅ کس نیست درسته ما خدمات تروزه اعلان کړی نه دی ورو ورو ته خبري واپس کی او تاسو تروزه اعلان کړی نه چې اعلان نه ایمر د څه خبر سم خو تاسو سیاسيون سره خبر نه ده شوی چې جلسې کسان خو تاسو خبر نه یاستئ تاسو خبر نه هسته بخش نه غوره خبره چې خوب... دا خبره د افغانستان کې یو په دغه افغانستان کې یو په دغه سازمانوبات او... ما... م... بخش نه غوړ مې ليزه زه د خبره ته تاتا... یو په ما ارز دا وایي چې حکومت تر اوسه پر دالیس اعلان کړی نه دی نو موږ خبر نه یو چې دالیس 40 دی افغانستان کې دومره احزاب دي چې زيني احزاب دفتره متأسفانه لري په پایتخت کې دفتر لري زيني احزاب اما دا په دې خدای نخاسته خواسته موږ احزاب ته بکو با حفظ احترام به تمام احزاب که بازیگران اصلی دموکراسی در انتخابات هستند برخی از احزاب واقعا فاقد یک دید استراتژیک و برنامه هاست که در خلای معلوماتی قرار داره این مشکل ایناست اما حکومت افغانستان در یک کانتکست کلان و در یک دید کلان در پی آن است تا به صلح با وقار و با عزت با مخالفین مسلح افغانستان شما که فهرست همه شمول است و احزاب جای داده شده داشت. با احزاب با جامعه مدنی صحبت های صورت گرفته صحبت یا کسانی هم شامل شدن صحبت صورت گرفته و وقتی که میگم تنوع قومی و تنوع سیاسی به این معنا در این ترکیب امی زیاد شما باشه آقای امینی که در این لست شما گواه تنوع قومی تنوع سمتی و تنوع سیاسی سمتی نه تنوع قومی و تنوع سیاسی, سیاسی خواهیم خواهی بود. اجتماعی خواهیم بود بسیار کوتاه آقای محمود در یک دقیقه رئیس جمهور گفته که هر راهکاری نادرستی درباره صلح میتونه پیامدهای بد و ناگواری بر افغانستان داشته باشه آیا مخالف راهکاری است که از طرف آمریکا پیش گرفته شده برای صلح 18 کدام راهکار هدف را تا 18 سال پس یک سری ارزش های در افغانستان شکل گرفته مثل قانون اساسی افغانستان که در قانون اساسی افغانستان صراحت مادی دو دین دولت افغانستان اسلام است جمهوریت اصل است آزادی نه، راهکار فرده. که رئیس جمهور ازش صحبت میکنه آه. کدام راهکار است که میتونه پیامدهای بعدی داشته باشه است ارگاه به ارزش های 18 ساله گذشته پشت پا زده شود مگر داره میشه به قربانی ما نگفتیم که میشه هرگاه یک فرض است به قربانی های 18 سال با فرضیه پسی... ها به طرف بله. چگونه میتونیم بریم آقای محمود ر... را... حکومت باید بدونه که ما نمیتونیم به جای دیگر ما کدام راهکار خواهی... در نظر گرفتیم به جای دیگر را تصمیم بگیریم خب دیگر داره درباره ما تصمیم میگیره خیر می ما میخوایم ما میخوایم ملاحظات خود به عنوان یک کشور مستقل سری مطرح بکنیم مثلا ملاحظاتی که در قبال مخالفین مسلم مطرح است یک رابطه شان با پاکستان رابطه شان با مخالفین با مواد مخدر رابطه شان با داعش با این همه ملاحظات حکومت تا فعلا ما خبر نداریم که آیا این موضوعات بحث شده در توافق نامه یا خیر چون خب، شاید تا سه روز دیگه یا ما اگر دقیقه 90 توافق سال امضا شود تا شد دقیقه, دقیقه 90 حکومت افغانستان ملاحظه خواهد داشت و از ارزش های بنیادین افغانستان دفاع خواهد, سپس خواهد سپس آقای علی زای فکر میکنین چرا طالبان نگران این است که ساخته شده ولی تا فعلا اعلام نشده آیا ی حيات وړي گفتگو با طالبان میتونه شوه یا طالبان خودداری خواهن کړي زه فکر کوم چې اول خو مجداباس باید چې ما مخی درته ول چې چاباني ناتونه کو کدی تو دا ورور وای هر خبر باندې علي زید زبون چې اوس کده خبر سره دا تا حکومت ملت پیژنی چې ته سو مشروعیت لري څنګه حکومت دی خبري بنسره کو یزبونه چې پاک دي دا خبره د تا حکومت هم دا ملت پیژنی چې ته د چی مشروعیت باندې خبرې کوي تا حکومت کوم مشروعیت لري دا حکومت د افغانستان ملت د مشوریت تر اوسه پر تا خپل مشوریت په د 15 کال نه دی تثبیت کړی چې زه مشروع حکومت هم غیر مشروع ته غواژو نه سه از ما خبر تاسو ته هم خبر واور زه ما نظر از ما نظر د سیده چې زوامه د افغانستان ملت حکومت ز ت ټول مج د سولې طلبګاری په هر میکانیزم چې د افغانستان عزت او وقار او عیصیت په کې نغشته یې مجاغ سولې غواړي دا حکومت قزه کته هر څوک د دې معنی ګرځي د دا د ملت سره زلم دی زه حکومت ته وایم چې دغه لیست چې ته جوړه دی وای چې په خبر یا نه خبر زه هم دا حکومت تر اوسه دا لیست ولې نه اعلان کړي حکومت خدای لیست به ملت د افغانستان ته برلا کړي و چې دغه لیست یې زما دغ دغه کساندي بعد کې په بیا زو تو احمد او ابلغه خبري پر کولې جدال لسک قابلیت قبول دي کنه دي قبول لوې جړګې جوړه کړه د لیست لپاره نيګاروني طالبو از بهر چی میتونه باشه زه فکر کوم چې طالبان په هیڅ ګوند د حکومت سره مخامخ به ورته شي چې دغه احیاته جوړه شده چې دغه احیاتم کشینی دغه سر مزو ته سره شیدانی چې دغه احیات حکومت هم اعلان کوي طالبان د دې سره قطد نه کشینی په صفات د یو حکومت نمینده سپاسگزارم من نمیدانم که فرصت کوتاه من نمیدانم که آقای سخنگوی طالباست یا رئیس ازباز در افغانستان از حضور اردوی شما مهمانان در برنامه و های عزیز از شما هم سپاسگزار هستم وقت بخیر